مکاشفه فصل دهم. آنگاه فرشته پرقدرت دیگری را که از آسمان پایین می آمد دیدم. او با ابر پوشیده شده بود و رنگین کمان به دور سرش بود. چیرش مانند آفتاب می درخشید و ساق پاهایش مثل ستونهای آتش بود. در دستش کتاب کوچک باز شده بود و پای راستش بر دریا و پای چپ او بر خشکی قرار داشت. آنگاه فریاد بلند مانند غرش شیر برآورد و همین که او سخن گفت رعدهای هفت‌گانه فریاد برآوردند. من آماده شدم که آنچه را که رعدهای هفت‌گانه می گفتند بنویسم، اما صدای را از آسمان شنیدم که می گفت آنچه را که رعدهای هفت‌گانه گفتند در دل خود نگهدار و آن را ننویس. آنگاه دیدم آن فرشته‌ای که بر روی دریا و خشکی استاده بود دست راست خود را به سوی آسمان بلند کرد و با آن کس که تا به ابد زنده است و آسمان و زمین و دریا و هرچی در آنهاست آفرید سوگن یاد کرده گفت دیگر تأخیر نخواهد شد، بلکه در آن روزهایی که فرشته هفتم شهپور خود را به صدا در می آورد نقشه های مخفی خدا انجام خواهد شد. همان طور که به بندگان خود یعنی پیامبران وحده داده بود. بعد همان صدایی که من از آسمان شنیده بودم باز با من صحبت کرده گفت برو کتاب باز شده را از دست فرشته‌ای که بر دریا و خشکی استاده است بگیر. پس به سوی آن فرشته رفتم و به او گفتم که کتاب کوچک را به من بدهد. او به من گفت آن را بردار و بخور، اندرونت را تل خواهد ساخت ولی در دهان تو مثل عسل شیرین خواهد بود. پس کتاب کوچک را از دست فرشته گرفته خوردم و آن در دهان من مثل عسل شیرین بود، اما وقتی آن را خوردم اندرونم تلخ شد. و من گفتم باید یک بار دیگر این پیشگویی ها را در باره امت ها ملت ها و زبان ها و پادشاهان بسیار بازگو کنی.